نه نه فوش بده نه توهین کن. شما را اذیت کرده فوش داده، شما خلاصه پولی بده بهش، احسان کن بهش، یه پولی بده بهش. این پول که میدی بهش کمک میکنه، این خودش این رو خجالت زده میکنه. این بهتر از اینه که بیای و دعوا کنی، مرافع کنی، اون فوش بدی، شما فوش بدی، چیزی بی ربطیه. ما نمیکنیم این کار رو معمولا. ما یکی که ما رو ناراحت میکنه میخوام بگیم ما هم میخوام تلافی کنیم، حرف غلطی. ما میخوام تلافی کنم، خود تایید میگی، اونم میگه کار به دعوا میکشه، بعد شما به کلانتری میبرم، آبرو هر دوتونم رفته. عوض تمام این کارا، این وقتی اذیتتون میکنه میگه خیلی خوب. قرآن داره از خاطب امول جاهلون قالو سلام. آدم های نادان وقتی با مؤمنین طرف میشن با سلم بر اونا برخورد میکنن. بعد چی کن؟ بگو بسیار خوب آقا، گرفتاری داری نداری که، مشکلی داری بیا این پول بگی گرفتاری طرف کن. این خجالت زدش میکنه، این آدمش میکنه، این درستش میکنه. همون دفعه هم آقا با او درگیر شدی خراب کردی خودت و او رو. نظام میفرماد آتب اخاک، برادر دینیت، هر کی میخواد باش، اگر با تو اتاب کرد احسان کن. حالا در خود ما هم میاد، در زندگی ما آقا خانمتون با شما تندی کرد، داد و فرداست داره رو انداخت تو خونه، و شما هم تندی کنی اونم تندی کنه، دعوا مرافع میشه دیگه. عوض تمام اینا این خانم با شما تندی کرد، ناراحتت کرد، و خانم بفرما این پول بگی خدمت شما باشه، بعد حالا اون وقت نمیخوای بدی، برو بیرون یه چیزی بخر بیاد بهش بده، یه گلی بیاد بهش بده. این خجالت زده میشه. همچنین آقای تندی کرد به خانمش، اون خانم چیکار بکنه؟ اینم تندی کنه باش؟ خب یکی دعوا مرافع میشه، چیزی نمیشه. آقای با خانمش تندی کرده، خانمش ساکت میشینه، من بره بیرون یه هدیه میخره، میگه آجا آقا بفرما این مال شما. میدونی چقدر خجالت میکشه مرد وقتی بهش داد، میگه این رو شما خریده. این خجالت زده میشه. خیلی خوبه اگر آدم اینجور کار میکرده باشه. راجع به اولادمون هم اینجور فرق نمیکنه، بیگانه. آتب اخاک بل احسان اله، عوض عتاب احسان کن بگو. وردد شره بل انعام اله. بعضی آدم ها هستن که شما رو اذیت کنن، خب شما چجور شرش از خودت میگردونی؟ میگه خب این میخواد من اذیت کنه، اونجا آبرو منو ببره، اونجا چنین کنه، پس من طیبه ببینم، منم اونجا اشخاصی رو بیارم باش دعوا کنیم. تمام اینا بذار کنار، شرش میترسی صداش کن، طور که او احسان نکنه از ترس بهش دادی. یه وقت او سو استفاده میکنه، میگه ترسیدی، میدونه شما دار دسته داری و پسش برمیه، میگه آقا حالت خوبه انشاءالله، بیا این پول من بهت بدم، این پول بگی، قرض نداری؟ به صندوق به اونجا گفتم به شما هرچی میخوای قرض بده. این کار را اگر کردی و این درست شرش گردانده میشه. ما آخه شر به شر میخوایم پاسخ بدیم، بده شر به شر، و شر به شر. کسی شما اذیت کرد شما اذیت کن، او باز اذیت کنه شما اذیت کن، یکی همه تو دنبال هم میان. شر به شر پاسخ نده، شر را به انعام پاسخ بده. این وقتی که میگی شرش میدونی ممکنه به شما برسه، میدونم از پسش برمیای، میدونم که شما دار و دسته داری، میتونی با او درگیر شی، با همه اینایی که میدونه شما باید کمکش میکنی، پولی بهش میدی. فلان جا آقا کار مشکلی داره، مشکلی تا سفارش کردم اصلاح کنه، این بهتر نیست؟ فرماید شرش هم از خودت بگردون، هر به خدمت شما بل انعام علی، انعام بدهش، به نعمت بدهش. کلمه 159
قال علیه السلام من وضع نفسه مواضع التهمه فلا یلومن الا من اساء به الظن. آدم آگاهی آدم ورز کن گمان بد میبرن، این گمان بد که با آدم برن یه وقت هست که خوب شما کاری هم نکردی، جایی هم نرفتی، شما یه گمان بدی و چاره نداره. اما یه وقتی هست که شما خود دستی یه جایی که او گمان بد جاشه، وقتی با یه آدم بیبندوبار خونش، خونه آدم فاسد دفتی، چرا رفتی؟ وقتی خونش رفتی اونجا مگه ببین آقا اون رفیقشه، این با آدم های بد میونده رفت آمد داره، شما میگه عجب تومد من بزنه، خودت ملامت کن، چرا رفتی اونجا؟ چرا رفتی خونه اون پسر که بدنامه؟ تو خونه آدم بدنام چرا رفتی؟ خودت در معرض تهمت قرار بدی. آدم نباید خودش در معرض تهمت قرار بده که مردم با آدم تهمت بزنن، نه، اونقدری که ممکنه انسان باید با افرادی که آدم گاهی متهم میشه با اینا یا غیر افراد یه کار دیگه کردی، کار رفتی آقا عرض کن که از یک جایی یه جنسی گرفتی، پول خریدی کردی که اون مغازه مردم معمولا نمیرن از او بخرن، آدم بدیه، شما رفتی از او خریدی، خب قرارم به تهمت نزنن، نگم این رفیقشه، پس این با این رفیقه، نه، اون چی که توی مردم اسباب تهمت برای آدم میشه، آدم نباید خودش در معرضش قرار بده، چه دایی داره؟ همیشه در جوهی باشه که مردم به شما نظر بد نکنن، تهمت به شما ندن. فرمایش 160 و قال علیه السلام من ملکه استعصره. می فرماید بعضی افراد هستن غالبا وقتی داره یه قدرت میشن مستبد میشن، تا وقتی قدرت نداشته هم مشورت کنیم، شما چی میفرمایید؟ دیدید دیگه، همین که قدرت پیدا میکنه رئیس میشه، حکومتی پیدا میکنه کسی رو قبول نداره، مستبد به رأی میشه، حتی کسی اگر نستش کنه بعدش میاد. این خاصیت آدمیزاده، آدمیزاد وقتی قدرت میگیره نمیتونه خوش نگه داره، مگه بعضی آدم خوب به ندرت هستن، بعضی آدم هستن که وقتی قدرت هم پیدا میکنن در اوج قدرتن استبدادی کار نمیکنن، بازم میان با رفقاشون مشورت میکنن، از اینا نظرخواهی میکنن، استبداد نداره، استبداد آدم به بدبختی میکشه. و ما غالبا میبینید افرادی رو شما خودتون با اینا برخورد دارین، اینا تا وقتی قدرتی نداشتن افتاده متواضع با شما، همین که یک موقعیتی پیدا میکنه اونجا دیگه مستبد میشه، سرکار میکنه. عبدالملک مروان خدا لعنتش کنه، عبدالملک مروان خوب آدم بعیده واقعا آدم اینجوری بشه. عبدالملک مروان قبل از اینکه خانوادهش به سلطنت برسه، مروانیان اول پادشاه مروانیان دیگه، این تو مسجد دائما قرآن میخوند یا نماز یا قرآن، به طوری که بهشون گفتم کبوتر مسجد، همش اهل نماز عبادت، چون قدرتی نداشت. اما همین که عبدالملک مروان باباش مرد، مروان به درک رفت، خب پسرش وضعیت خودش همین عبدالملک رو، عبدالملک همین که شنید باباش مرده و الان با درجه باباش، قرآن رو بوسید، خدا حافظ دیگه نمیخونم اتا حاضا فراغون بینی و بینک، خدا حافظ. بعد اومد سر کار یک اعلامیه صادر کرد که هر کس من نصیحت کنه میکشمش، من همه چیز رو بلدم، کسی حق نداره من نصیحت کنه، خیرخواهی کنه بره، من از این ساعت هر کس به من نامه بنویسه من رو بخواد نصیحت کنه موعظه کنه میکشمش، من خودم. ببین مردی که تو اون وقت اونجا بودی افتاده بودی
متواضع بودی، اهل عبادت بودی، چطور شدی دفعه اینجوری؟ طبیعت انسان‌های کم ظرفیت اینه، اینا آدم هستن که ظرفیت وجودی انسانیشون کمه. ممکنه سیاستمدار هست، قدرت داره، اما انسانیتش ظرفیتش کمه. اما شما مثلا ببین پیغمبران، پیغمبر خودمون، اون وقتی که پیغمبر در مکه اذیتشون کردن که کسی نداشت و اذیتشون کردن با مردم، چجور ملایم بود اذیت ها تموم کرد. وقتی پیغمبر به اوج قدرت ظاهری رسید، عرض خدمتشون گفتن دیگه افواج از حال نهم از هجرت که دیگه همه مردم دسته دسته می آمدن مسلمان می شدن، پیغمبر حتی در اون وقت که رسید بازم همون حال داشت، یعنی باز با اطرافیاش مشورت میکرد کارهایی که واسه انجام بده غیر از کاره، چون پیغمبرها در کارهایی که مربوط به رسالت و وحی، اون وحی میشه و ناراحتی ندارن کجا با کسی مشورت کنن، اما در کاره عمومی و معمولیشون اونا گاهی مشورت باید میکنن، از فکر دیگران استفاده میکنن، با اینا کار میکنن. خدا هم در قرآن فرمود پیغمبر دستور میده و شاورهم، با مردم مشورت کن. فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی تصمیم گرفتی و توکل بر خدا بکن، بعد از مشورت تصمیم بگیر. این میرسانه که آدم در هر مقامی که باشه باید مردم رو به حساب بیاره. آقا همه چیز رو همگان دانند، شما یک ممکنه چیزی نفهمی، ممکنه یه آدم معمولی باش مشورت کنی شما رو هدایت کنه به راه. اینجوری نیست که ما همه چیز میفهمیم. میگن انوشیروان عادل بوزرجمهر وزیرش بود، بزرگمهر به تعبیر ما، بزرجمهرش کردن چون در عربی گاف نیست و بعد در به جیمش کردن، ولی اصلش بزرگمهره. این فرستاده امپراتور روم آمده بود پیش انوشیروان و پیغامی داشت و فلان، و انوشیروان می‌خواست وزیر خودش به رخ اینا بکشه که ما یه چنین وزیری داریم. گفت وزیر بزرگ میر، همه چیز رو شما میدانی؟ گفت نه پادشاه، همه چیز را همگان دانند، همگان اندوز از مادر نزاییدن. یعنی درس دادش، یخ نگو من همه چیز میدونم. گاهی ممکن است فرض کنی آدمی که عالم باشه یک اشتباهی بکنه که بچه بهش بخنده، غرور نگیره دتون، آه من همه چیز میدونم، من از همه چیز با اطلاع هستم. چه اطلاع دیدم؟ خدا باید ما رو حفظ کنه، به اندازه که بگی به اندازه که آقا خدا ما رو حفظ کرده بله هست، اما باقیش با همه چیز با خداست دیگه. نظام می فرماید من ملکه استعصره، طبیعت انسان اینه وقتی به ملک میرسه، به قدرتی میرسه مستبد میشه. و بعد ازت میگه نتیجه استبداد دیدونی چه کلمه صدایکم من استبد برعی هلک، هر کس هم استبداد پیدا کرد عاقبت هلاک میشه، یعنی از بین میره قدرتش. استبداد نمیذاره باقی بمان آدم. آدم مستبد چند روزی ممکنه زور دستش باشه، به یه قدیم مردم زور بگه، اما باقی نمیمانه. بالاخره مردم در مقابل مستبدین وامیستن. این سلطنت ها که بر باد رفته، این اشخاص مغروری که بودن، این قیامه هایی که شد که اینا از بین رفتن، برای چی بود؟ برای که اینا استبداد داشتن، مردم چیزی نمیشموردن، و مردم یه قدش تحمل میکنن. اما وقتی زیادی از حد شد، همین مردم اون مستبد در تخت میکشن پایین. نظام کسی که استبداد داره هلاک میشه، یعنی قدرتش از دستش میره، نمیمانه. استبداد عاقبت نداره. آدم اگر نظام میفرماید من شاور الرجال شارکها فی عقولها، میفرماید مشورت، میدونی چقدر خوبه؟ شما که با کسی مشورت میکنی در عقل او شرکت کردی، او یه عقلش یه چیز میفهمه،
شما یه چیز میفهمید. وقتی من میام با شما مشورت میکنم، در عقل شما شرکت میکنم، نظر شما چیه، من این کارو بکنم یا نه، این مسافرت برم یا نه، این ازدواج بکنم یا نه. این مشورت خیلی مخصوصا این جوانهای ما که گاهی میخوان ازدواج کنن، زن بگیرن، این غالبا مشورت نمیکنن، کسی هم قبول ندارن، نه پدر مادر هم قبول ندارن، رفته خاطرخواه دختره شده الا ولا بود نبادین. خب این تو الان چشمت باز نیست، تو الان این علاقه ظاهری چشمت بسته، مشورت کن با چند نفر. بله من این دختره رو میخوام، آخه اونو خانواده ها و خانوادهش این چجور آدم، یعنی زندگیشون چجوریه، آدمایی هستن که آدم بینا روشون حساب کنه، نه پول دارا دیگه، آدمی هست که آدم روش حساب کنه رو قول و مدارش. این جوونا اگر مشورت کنم این بدبختی نمیفتن، مشورت نمیکنه، نه به باباش نه به بزرگترش، میره دختره میگیره، بعد از چندی سیر میشن از آن عادی میشه. شما خیال نکن کسی که اول دوست داری همیشه تا آخر هست. آدمیزاد خدا جوری خلق کرده اگه بهترین چیز داشته باشه، یک مدتی که گذشت عادی میشه براش. خب آقای جوان عزیز، تا حالا میخوای ازدواج کنی احتمال بده این خانم به این عشق داغی که تو الان داری، این عشق به همینجور نمیمونه. یه مدتی که با هم بودید، یک سال دو سال، عادی میشه دیگه، اون عشق اولی، اون علاقه اولی نیست. و چی میشه؟ طلاق و طلاق کشی میشه، دعوا مرو. مگر اونم به ندرت اتفاق میفته، یک پسر و دختری واقعا با هم عشق حقیقی داشته باشن، و مثل عشق مجنون به لیلی که حالا نیست اونجور عشق رو، اینا عشقهای کسبه رنگی بوده، چیه؟ عشق نبوده، عاقبت ننگی بوده. عشقهای اونجا که واقعا خصوصیات روحی این دوتا با هم تمام رابطه داشته باشه، اون عشق اونجوری میاد. خدا رحمت کنه قدیمی ها که الان نیست دیگه، چون روح حساب بود. قدیمی ها که من میگم 50 سال پیش، نمیگم قدیمی بود 200 سال پیش، از 50 سال پیش هم. اینا وقتی ازدواج میکردن نه که روح حساب بود و روح مشورت بود و ورد خدمت شما کنم تحقیق و بررسی های معنوی بود، اینا تا آخر با هم خوب بود، زن و مرد تا آخر از هم سیر نمی شده. اگر این مریض می شد اون پرستاریش میکرد، اون مریض می شد این پرستاریش میکرد، تا آخر. از این قماش ها هنوز داری مدت که پیر شدن. من خیلی سراغ دارم، یک سراغ داشتم مردی بود ازدواج کرده و مزنی رو علاق، آقا زنش مریض شد، مرده خودش میرفت خدمتشون کرد. گفتم بابا یک کسی رو بیاری تو خونه، گفت نه من خودم، این چقدر داره من زحمت کشیده، من اجازه نمیدم دیگری یه کارگر بیاد این کار رو بکنه، من خودم. آقا وقت خودشه یه مقدار گذاشته بود میرفت. یه مدتی میان جشن و علامون و تشکیلات و مدت دشمن هم میشن، خیلی بده. و قال علیه السلام، کلمه 162، من کتم سره کانت الخیارتو بیده. میفرماید سر خودت به هیچ کس نگو. آقا یه سری نه چیزی که نمیخوای
آقا یه سرمایه مخصوص داری با کاسبی، نگو من چقدر سرمایه دارم، حتی به زنت، حتی به نزدیکترین فرد. بره که یک وقت میشه فرد کن اون که گفتی بره به دیگری میگه، افراد میفهمن شما چه کاری زیرامت میزنن. یا مثلا با یه افرادی رفیقی، اگه دیگرون بفهمن رفیقی میرن اون رو با مردم حسودن و میرن اون رو دشمنت میکنن. نگو با کی رفیقم، حتی رفقای خصوصیت هم نگو، در روایات خیلی داریم. دشمنات هم نگو به کسی، به یکی دشمن که گفتی میگن اون دشمنش، هم دشمنش رو خار میشی در نظر مردم. دشمنت هم نگو، نگو کی دشمن منه، چه کار داری، نگو کی دوست منه، خانه فلان رو کسی رفتی چه کار، آقای رفتیم دیدنش، نگو دوست منه، ما با هم مثل برادر رفیقی. وقت اونایی که حسادت دارن میونتون رو به هم میزنن. لذا هر چیزی که سر شماست، سرمایت، هر فرض کن رفاقات، هر چیزی که جز اسرار میدونی به هیچ کس نگو، هیچ خودتوش. چرا؟ برای که اختیار، وقتی که کسی نگی اختیارش دست خودته. اما همین که گفتی کل سر، هر سری که به دو نفر رسید شاع، کل سر که مثلا وصل اسنه شاع، همین که گفتی دیگری شنی، دیگری به دیگری میره، شیوع پیدا میکنه امر داشت. ما نمیکنیم خود این زندگی ما که اینقدر بدبختی سرمون میاد، از بس گاهی خوشحال میشیم چیزمون همه رو میخوام به مردم بگی، من چنینم، من چنینم، آگه چی؟ هیچ نه، یه مقدار بگم الحمدلله بد نیست، خوب. فرض کنید مریضی داری، ناراحتی داری، دکتر محرمه، با دکتر رو به دیگری چرا میگی؟ آقا چیه شما قدر؟ چی کار دارید آقا؟ غذا رو نمیخورم. ما نگو آقا فلون مرض دارم، غذا چرا میگی؟ مرضتون رو، دردتون رو به هیچ کس نگو جز طبیب، اون طبیب حاضر، اون طبیبی که وارده، اون درد شما طبیب که میگن محرم مالینه دیگه، محرم اسرار ماست. اوه من اینجوریه، جوریه، من خواهم که مثلا ارتون کلیت خرابه، قلبت خرابه، خدای نکرده ریت خرابه، دید دیگرون که خبر ندارن که. چرا می سفره شکایت باز میکنیم پیش مردم؟ آقا من فلون درد دارم، فلون مرض دارم، خوب شدنی هم نیستم. نه که چه داره، خدای نکرده، خدای نکرده که سرطان گرفت، که بد مرضی، سرطان گرفت، اون طبیب که میره پیشش محرم، میگه آقا چی بخور چی نخور چه کار کن، عرض خدمت شما کنم، باید مثلا شیمی درمانی بشه، چیزی که میگه طبیب محرم، دیگری نگو من چه کارم، نگو من یه درد بی درمون دارم، چه دایده به مردم بگیم، مرضمون رو به مردم نگیم، دردمون رو نگیم. گفتم مگر یک کسی که چاره کنه، مگر یه رفیقی داری بگی آقا این دکتری که من رفتم این نتیجه نگه، این دکتر بهتری سراغ نداری من رو معرفی کنی؟ چرا؟ اون عیب نداره، اونا باید، نه به هر کس، اون رفیقی که بهش اطمینان داری. مقصود اینه که سر خودتون، چه مرض باشه، چه مال باشه، چه رفاقت باشه، به کسی نگو. وقتی به کسی نگفتی اختیارش دست خود شما. و قال علیه السلام الفقر الموت الاکبر، کلمه ایست در شستسه فقر بچیه، می فرماید فقر مرگ بزرگه، خود فقر مرگه. آدم فقیر باشه خیلی بده، فقیری شما خدا فقیرتون جور نکنه، میخواد زن و بچهش نون نداره به زن و بچهش رو بره، بچهش میخواد فرض کن مدرسه بزه پول نداره، مثلا مریض شده پول دکتر نداره، و این کمه، این فقر، یه مرگه. لذا در دعا هم داریم دعا میکنه خدا فقیرم نکن، به قدر نیازمون اقلا همینقدر که معمولی باشه داشته باشیم، نیازمند کسی نشیم،
و الله اگر فقر داشتی به همین فقره که گاهی من لا معاشله چی؟ لا معادله گاهی بیدین هم میکنه بود. کسی که معاش زندگی نداره یواش یواش میبره بیدین هم بیعتنامشه. مگه بعضی خوبها بعضی داره در این حالی که فقیرن گرفتارن بیچارن هرچی ولی نمیبرن با خدا درد دل میکنن. نزا فقیر اگر شد آدم با دیگری هم نگه که دیگری بفهمه شما فقیری ناراحتت کنه. مگه فقیرهای دورگر اینا فقیر کاسبن اینا فقر واقعی ندارن که ما عادت کردیم اینا رو همیشه بررسی کنیم. اینه که کارش فقره حق زندگیش از این را میگرده از این ور از این ور از اون ور. این آبرو وقتی رفت دیگه آدم راحت میشه آبرو جلو آدم میگه نه آبروشون رفته دیگه. نظاف اینایی که اینا کاسبن اینا رو فقط رد نکنید یه چیزی بده بره. اما سائل اینا بگن سائل اما سائل فلا تنهر تندی باش نکن وافه. اما نه دیگه بد عادتیه که ما بعضی ها رو دادیم همتون میگه همه جا برن. منصور دوانقی خیلی زرنگ بود. منصور دوانقی خود لعنتش کنه ولی زرنگ بود. این یک وقتی جایی میرفت دید فقیری سر راش کرد ای خلیفه مسلمی من بیچارم ندارم لباسشم پاره پوره بود به من کمک کن. گو این فقیر نیست یکی که آواز میخونه دلش گرمه این رقورده بگیرید 50,000 دینار تا نداد ولش نکن. خیلی آدم شناس بود. این آمد مامورا گرفتن گوشم گفتن خلیفه گفته تا 50,000 دینار ندی خیلی 50,000 دینار تو را آزاد نکن. من ندارم خلاصه فشارش دادن اذیتش شدن گفت 10,000 دینار میدم 10,000 شد 20,000 آخه 50,000 دینار این داشت نامرد خود تو داری 50,000 دینار آخه چرا اینجوری میکنی 50,000 دینار ازش گرفت بگو برو. فقر آدم میبنده دهن آدم ها. خدا درباره فقرهای مؤمنین که یحسب هم الجاهل و اغنیا هر کسی حالشون خبر نداره خیال میکنه بعضش خوبه. به هر حال خداوند تبارک و تعالی ما و شما رو شرا فقیر نکنه. الفقر و الموت الاکبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا با آبروی سید و شهدا قسمت میدی گرفتاری های شیعیان امیر المومنین رو خودت برطرف گردان عواقب امور ما را خط به خیر گردان و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الله.